دوست عزیزمون که به عنوان دوست احسان و یکی از مردان تاثیرگذار شطرنج با احسان صحبت کرد، دو سه نکته در حرفاش بود. من احسان اجازه دارم یکی دو تاشو بگم. یکیش این که خب احسان قائم مقامی عرق ملی فوق‌العاده‌ای داره. من میدونم ناراحت نمیشه، میدونم اگر بگم ناراحت نمیشه، که یکی از کشورهای حاشیه این خلیج همیشه فارس چک سفید گذاشت جلوی احسان قائم مقامی، گفت هر چقدر دلت میخواد بنویس ولی با پرچم کشور ما در مسابقات شرکت کن. چرا نکردی؟ خب این اتفاق برای خیلی از قهرمانای ما داره میفته. ببینید، من فکر میکنم جوابم به این سوال خیلی ساده است. من مگه میتونم پدر و مادر خودم رو نشناسم یا فراموش کنم یا بگم کس دیگه ای هستش؟ من به هر حال زاده این سرزمینم، با مردم این سرزمین بزرگ شدم و پرچمم جز هویت شخصی یک ورزشکاره. ببینید، اولین باری که یه قهرمان لباس ملی میپوشه شاید یه لحظه فراموش نشدنی باشه براش. پول بیشتر. ببینید، میلیون ها دلار پول. یه بار من زندگی میکنم. من مثلا یه ماشین ساده میتونم داشته باشم، یه خونه ساده میتونم داشته باشم. شما حساب کن 600 تا خونه دیگه همزمان داشته باشم. نمیتونم تو اون 600 تا هم همزمان باشم که. من یه بار دارم زندگی میکنم. یه خانواده خوب و با کیفیت سالم در کنار خودم دارم. خب این واقعا بزرگترین دستاورده. بعد تو این کشور حس ساخته شده، همین تشویق ها، همین حسای خوب، همین همراهی ها، همین انتقاد ها، همین نقد ها، همین که برای مردم مهمی راجبت صحبت میشه، خبرت میتونه در واقع خبر موفقیتت میتونه مردم خوشحال کنه یا نگرانتن، یا تو فرودگاه بدرقت میکنن، میان استقبالت. خب این با هیچ چیزی تو دنیا قابل عوض کردن نیست.